ما میدونیم که کلام خدا میگه که شکستن شریعت ما را زیر لعنت میبره و خود شریعت سندیه بر ضد ما، چه که اون رو داریم میشکنیمش. خود چراغ قرمز انگار دوربینی داره، وقتی میشکنی عبور میکنی عکس از تو میگه، میگه یه سند، تو چراغ قرمز رد شدی، سرعتت بالاتر بود اینو رد شدی. پس خود شریعت میشه سندی باشه. اما این سند جالبه، با این که شریعت خداست اما شده ابزاری در دست شیطان، که خیلی مواقع بعضی مواقع ما ناخواسته شریعت رو بر میداریم ابزاری به جهت کوبیدن، محکوم کردن دیگران. و دقیقا کلام خدا داره چی میگه؟ میگه شیطان از شریعت که ما نتونستیم رعایتش کنیم و نتونستیم نگرش بداریم و شکستیمش و از بین بردیمش، داره استفاده میکنه بر ضد ما. حالا عیسی اومد، آمین، پسر خدا اومد و تمام این سندها رو که بر ضد ما نوشته شده بود، فلانی یادته در فلان جا، در فلان تاریخ، در فلان مکان، در فلان جا چه کار کردی، یادته چی دیدی، یادته چی شنیدی، یادته با کی داشتی حرف میزدی، با کی چه کار میکردی، تمام این چیزهایی که مخفی بوده در زیر این زمین، در روی این زمین رو شیطان همه را ثبت کرد و اینها را هم خدا میدونه هم شیطان میدونه و شاید فقط ما بدونی و خود تنها تک شخص ما بدونه و هیچ کس ندونه، اما این سندها همه جمع‌آوری شده و بر ضد ما. حالا کلام خدا میگه این عیسایی که اومد روی زمین سند تمامی آنچه که بر ضد تو جمع‌آوری شده بود، طراحی شده بود. خیلی مواقع شیطان حتی طراحی میکنه، دست خودت نیست که گناه بکنی، با پای خودت هم به سمت گناه نمیری، یه دفعه تو رو میندازه توی یه جایی که خودت میای میبینی وای چیزی که نباید اتفاق بیفته اتفاق افتاد و خدا سندی رو که دست شیطان بود رو پاره کرد.